أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولربك فاصبر، برای پروردگار خود، برای سید و مالک خود خداوند صبر داشته باش. به پیغمبر خطاب میشه، این دستوراتی است که در سوره مدثر به پیغمبر خطاب میشه که برای ما هم هست. برای پروردگار خود صبر کو. خب معلومه هر کس که میخواه یک کاری بکنه مقاومت میخواه، حتی در کارهای فردی. همین یک انسان که میخواه شکم خودت سیر کنه صبر میخواه. آدم باید کار کنه، صبر کنه بر مشکلات تا یک کار یاد بگیره. درس میخوانه باید صبر داشته باشه. میخواه یک اختراع کنه، یک کشف کنه، یک ابتکار کنه، خب معلومه که این همهش صبر میخواه. این هایی که به یک جای میرسن 50 سال 60 سال عمر خود مصرف میکنن، چی اونایی که مطالعه میکنن، چی اونایی که در لابراتوار میرن، چی اونایی که اختراعات میکنن، چی اونایی که تجارت میکنن که پول پیدا میکنن. بالاخره هر انسان به اندازه مقاومت و صبر خود به یک جای میرسه. هیچ کس از هوس بازی به جایی نمیرسه. این دنیا به گل فرش نشده که آدم بالای گل را بره، همش خاره، سنگه. قدم به قدم انسان باید مقاومت کنه، صبر داشته باشه تا به یک جایی برسه. کلید کامیابی انسان صبره. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، هاری شود ولیک به خون جگر شود. صبر میخواه. بس او در کارهای فردی صبر میخواه، مقاومت میخواه، چی رسه در کارهای اجتماعی. ممکنه که انسان مثلا به ظرف یک سال تمام کوهای بزرگ شهر خود به وسیله ماده TNT و امثال اینا، موادی که الان داره، آهسته آهسته یک مقدار مواد پیدا کنه، روزانه یک مقدار کوه را بکنه، بعد از یکی دو سال تمام اطراف شهر او از کوه خالی شود. می توان آدم کوه را جش بکنه. اما تربیت انسان ها بسیار مشکله، خیلی مشکله. بعضم یک تربیتیه که اصولش مسلمه، در فروعاتش گفتگویه. یک مرتبه اصل اصولش مسلم نیه، باید تاسیس کنه تربیته، باید تاسیس کنه. خیلی مشکله. یک دفعه جاده اسفالته، میگه ماشین خب سرعت را ببر، این اوقدر مهم نیه، این کار میشه. مثل الان برای مبلغین، یعنی برای مبلغین دینی، جاده همواره، یک اصول آمد، مردم به او ایمان دارن، در تطبیق او اصول و فروعات آدم با مردم صحبت میکنه. اما یک نفر میاید جاده درست میکنه، پیغمبر آمد، از این کوه به مراتب سختر عقاید خرافی را از بین برد. فرهنگ و باورهای عمومی شبه جزیره عرب یا مطلق، یعنی به او منطقه بعضی محیطا خرافاتش بیشتره بعضی کمتر، یک فرهنگ شرک آلود داشتن، به خرافات گرفتار بودن. پیغمبر آمده که اینا را به خدا مربوط کنه. اینا که سر به خود به خدا مربوط نمیشن، اینا که نمیتوانند که سیر خود تغییر بدین، اینا به سرعت به طرف پایین میرفتن. الان یکی تیاری اینا پس به سرعت طرف بالا برو. کار میخواه، باید فرهنگ عوض شوه. اصلاحات از اینجا شروع میشه. اگر از اینجا شروع نکنیم همیشه ناکام میمانیم. فرهنگ عمومی باید عوض شود.
فرهنگ عمومی ما باید عوض شود. در هر جامعه که انسان به غم اصلاحات باید فرهنگش را عوض کنه، خرافات از بین ببره. خیلی کار میخواید، ای از کندن کوهام به مراتب مراتب سختره. اگر فرض کنید یک کوی کوچیکیه، به شما کلونگ بده، دینامینت و تینتی و اینار نده، مثلا کلونگ بده که بیایی کور بکن، ولو کو کوچیکه، دو متر ارتفاع داره، یک پنج متر هم چیز داره، عرض داره، طول داره، عرضش مثلا پنج متر، ارتفاعش دو سه متر. کلونگ بده میدن میگه بیایی کور با کلی بکن، خیلی مشکله. خب این به مراتب مشکل تره که آدم یک روح قوی داشته باشه که فرهنگ عوض بده. اکثر انبیا ناکام ماندن، نتوانستن. حضرت نوح 950 سال در بین مردم بود، بدبخی شانه دیگه. میگن 80 نفر اصلاح شد. چقدر مشکله. مثل که آدم این مثل این میمانه که یک سنگ بزرگ بیاره، یک سنگ خیلی بزرگ 2-4 متره رو بیاره و به شما سوزن بده، یک که بیا به سوزن این سنگ سوراخ سوراخ کن. چقدر مشکل به سوزن سوراخ کنیم سنگ را. این تربیت یافتن، تربیت کردن مردم همی قسمه. لذا میگن انبیا معصوم بودن، باید اسمت داشته باشن، اراده های قوی داشته باشن، نه برای اصلاح خود، برای اصلاح مردم. آدم خود به یک اراده متعرف میتوانه تا حدود اصلاح کنه، با اونا اسمت میده، نفس اونا را قوی میکنه، جب وحی میای اونا را تسدید میکنه. هر روز، حالا هر روز یعنی ادامه داره دیگه، یک ماه بعد، یک ده روز بعد وحی برای اونها میآید، اونها رو تقویه میکنه. خداوند به اونها تسلیت میده، ضعف کمک میکنه که ضعف نفس زیاد پیدا نکنه. خیلی مشکل تربیت کردن مردم، بدون صبر هیچ چاره نداره. ما و شما، یک معلم وقتی که در لیسه درس میده، یک مدرس در مدرسه درس میده، یک استاد در پوانتون درس میده، اگر ای صبر نکنه با آرامی و با متانت مشکلات شاگردار حل نکنه و مطلب واضح بیان نکنه، خب نمیتوانه که بچه را به یک شاگردار به یک جایی برسانه. باید صبر کنه. در هر کلاس یک سال صبر میکنه، همی استادا درس میدن. ای بدتا ای مشکل تره مسئله مردم عوام. اینا همه اصلا بت پرستی برای اینا یک چیزی شده بود مثل دو چار به باورشان همی تو بود. خب ای از بیعقلیشان بود که فکر کنند که این بت ها در سرنوشت انسان و جهان تاثیر داره. خدایان متعددی هستن که در جهان تاثیر داره. خودشان اونا را میتراشیدن، خلق میکردن، بعد اونا را موثر میدانستن. این مثل دو چار شده بود. حالا پیغمبر آمده که ها مردم، این بوتا بی خود، قولو لا اله الا الله تفلحو. رستگاری شما در یه که به وحدانیت ایمان بیارن، به یک خدای واحد. داد و فغان مشرکین مکه بالا بود که اجعل الالهه تیلان واحده. وای تعجب، چی آدمیه آمده می که خود تمام خدا را از بین برده و فقط به یک خدا معتقده. میگه یک خدایه، ما خدایان داره. لذا به پیغمبر خطاب میشه که فصبر. من میخوام اینجی که نمی تفسیر ما در اوضاع شرایط فعلی امام تاثیر داشته باشه. ما غرض ما ایه که بالاخره تمام انسان ها، چی انبیا، چی دشمنان خدا،
چی مکتشفین، چی مخترعین و مبتکرین، چی پولدارا، هر کس، محصلین، اینایی که درس میخوانن، فقط رایشان یک رای، رای پیروزیشان، رسیدن به او قله پیروزی و اویه که باید را به حوصله ادامه بدین. آدم در زندگی خسته نشوه، باید ادامه بده رای خوده، پیروز میشه. ما امروز کشور ما زیر خط فقر و نادانی. ما چی درس دینی میخوانیم در مدارس دینی، چی علوم انسانی میخوانیم، چی علوم تجربی در دانشگاه ها میخوانیم، چی در لیسه ها درس میخوانیم، فقط یک را داریم که این کشور فلک زده را وضعش عوض کنیم، یک کشور مخروبه و این ملت فقیر و سرگردان مسیرش عوض کنیم. فقط رای اینمیه که صبر کنیم و درس بخوانیم، یک چیزی یاد بگیریم. من نمیدانم الان یک حرف بعضی جا زمزمه میشه که از این سه رشته علوم، علوم دینی، علوم تجربی و علوم انسانی، یک عده از خارجی ها راضی نیست که در افغانستان کسی علم دینی درس بخونه یا علم تجربی. میگن علم دینی درس بخونن، به قول خودشان تروریست میشن، در حالی که خود تروریستن، خشونت دارن. طبیعت فرهنگ مادی خشونت، این قطعیه، دلائل و شواهد زیاد داره. از جنگ اول جهانی شروع کنن تا قضیه عراق و افغانستان، ده ها شاهد صادق داره که خشونت از فرهنگ مادی به وجود میایه. مسلمان ها عکس العمل نشان میدن. بسیار خوب، میگن این نخوانند علوم دینی را، علوم تجربی را نخوانند، که نه بعدا او کشورشان به بم اتمی دست پیدا کنند، فقط علوم انسانی بخوانند، جلوگیری میکنند. من نمیدانم که تا چه مقدار این شایعه راست. اگر ما علوم تجربی و علوم دینی را نخوانیم، نه خود ما اسلام میشیم و نه کشور ما ترقی میکنه. ما باید بر اساس تعلیمات اسلامی خود که بهترین تعلیماته و بر اساس زحمتهای انسانی خود در تحصیل علوم تجربی باید خود از این طوفان نجات بده و الا غرق میشیم از بین میریم. این دنیای مسابقه، دنیای کار، مزد انگرفت جان برادر که کار کرد و ما باید مقاومت داشته باشیم و صبر داشته باشیم. من نسل جوان عرض میکنم، چه در علوم تجربی مشغولن، چه در تحصیل علوم انسانی و چه در تحصیل علوم دینی، صبر میخواه. ولی ربک فصبر، برای تحصیل کمالات که به سوی خدا میریم و برای کمک به جامعه و کشور باید صبر داشته باشیم. بدون صبر و درس خواندن، نه که انسان درس برای مدرک بخواهد، نه که در موقع امتحانات کار قلابی کنه، نه که مدرک به وسیله پول بخره و استادا مدرک بفروشن، کشور به اینا پیش نمیره. کشور دیگه کشور کاغذی میشه، مدرکا کاغذیه، نه واقعا استعداد پیدا کنن. علم برای علم بخانیم، برای کمال خود بخانیم. ببین خیلی فرق میکنه که اگر یک انسان رفته در پوانتون درس میخونه یا در یکی از معاهد علمی، چی علوم انسانی، چی علوم دینی، چی علوم تجربی، فرق نمیکنه، در یکی از معاهد درس میخونه. برای چی درس میخونی؟ میگه برای اینکه من فردا
تنخواه بگیرم به دولت بدون مدرک کسی مرا مقرر نمی کنه و من میخوام که آینده خود تامین کنه. اید فقط درس برای درس نمی خوانه، علم برای علم یاد نمی گیره، چی علوم دینی باشه، چی علوم انسانی، چی علوم تجربی. یک فرد شکم پرسته ای فقط برای پر کردن شکم خود درس می خوانه، به غم مردمی نیه. تا آخرش رشوت باشه، خیانت باشه، او به غم شکم خودشه. از اولم که درس خوانده برای امی که تنخواه پیدا کنه، بین مردم احترام پیدا کنه، مردم به او کمک کنه. ای به جایی نمیرسه. یک دکتر به قندهار میگفتن، آمده بود در قندهار، زمانه قدیم تنگه بود، 25 پول 16 پیسگی میگفتن و تنگه 30 پول تنگه میگفتن. الان هم ظاهرن در یکی از کشورهای آسیای میانه همی لفظ تنگه است. یک تنگه 30 پول بود. ای به حلق یک بچه رفته بود، او هم برده بودنش پیش دکتر، دکتر هم بوره گرفته بود، به پدری بچه میگفت یا 5000 روغانی بده برای کشیدن یک تنگه. این دکتره ای خیال میکنن یا این گرگه؟ برای کشیدن یک تنگه که از حلقش بکشه میگفت یا 5000. او زمانه 30 سال پیشتر میگه 5000 روغانی یک سرمایه بود. میگفت یا 5000 روغانی بده یا اینکه ما این تنگه رو نمیکشم که بچه 2 دقیقه بعد بمیره. اینمی قسمه. اما اونایی که درس برای درس میخوانن، تا علم برای علم تحصیل میکنن، علم برای خدمت به امنوعان خود تحصیل میکنن و قصدشان اینه که کشور پیش برو و درس خواندن ازو خیلی مهمه، او هیچ وقت رشوت بر رشوت مدرک نمیخره، میخواه درس یاد بگیره، میخواه علم یاد بگیره برای خدمت به کشور. نه قلابی میکنه، زحمت میکشه، شب روز با مقاومت میکنه در تحصیل علم، او دیگه باز منشی اثر میشه. والحمد لله رب العالمین.